بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه تلارسانی معیارجل، اینجا دانشگاه ولایت، محل برگزاری پویش ملی حمایت از تولید فیلم کوتاه ماکا هستش که با حضور هنرمندان برجسته کشوری از جمله خانم ستاره اسکندری، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در ایران شهر، و با حضورشون در ایران شهر در حال برگزاری ما به محل برگزاری این پویش اومدیم و ان شاءالله گزارش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. امیدواریم که ببینید و بپسندید. یک بخش کوتاهی از این گزارش رو با ما همراه باشید. میریم و برمیگردیم پای صحبت‌های هنرمندان خوبمون که در این پویش شرکت کردند خواهیم بود. ما رو در این گزارش همراهی کنید. در خدمت سرکار خانم اسکندری هستیم، ستاره اسکندری، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران که چند سالی هست که در سیستان و بلوچستان و بخصوص در حوزه بلوچستان واقعا دارن زحمت میکشن و فعالیت‌های هنری بسیار ارزشمندی که حالا در آینده خیلی بیشتر در موردشون میشنویم رو دارن انجام میدن و خوش آمدید. خوشحالم که میبینمتون و در ایران شهر این دفعه شما رو زیارت میکنیم. برای ما بفرمایید که هم فیلمتون رو معرفی بکنید و همین که پیام این پویش از نظر شما چی هست. یه سوالم در ادامه در نهایت میپرسم ازتون. من ابتدا دوست دارم که سلام کنم خدمت همه دوستداران هنر، خدمت همه تماشاگران یا شنوندگان عزیزتون. عرضم به حضورتون که من اومدم ایران شهر در به دعوت در واقع دوستانی که پویش ماکا رو راه انداخته بودن با هدف نگاه دیگر به بلوچستان. همونجور که به هر حال بهتر از من میدونین، آن چیزی که اصولا متداول بوده در سینمای ما تصویر خشن نیست از این خطه، یا فقط تصویر محرومیت در شرایطی که این سرزمین پهناور، این استان، فرهنگی بسیار غنی و ثروتمندی داره و من به عنوان کسی که به هر حال چند سال تازه با این سرزمین آشنا شدم، ابتدا محو جادوی جغرافیای این استان شدم و واقعا این جمله‌ایه که دیگه در واقع نشانه شده برای من که من دوچار جادوی مردم بلوچستان شدم و دوچار جادوی فرهنگ. در نتیجه فیلمی رو امسال ساختم به اسم خورشید آن ماه که برای من در مدح و ستایش فرهنگ سیستان و بلوچستانه. تا ابد هر وقت که هدف اینگونه باشه، دیدن یک سیستان و بلوچستان در واقع دلی و خیلی واقعی، حتی با همه فقرهاش، حتی با ولی از اون ورم زیباییاش و یه تصویر دیگر. خانم اسکندری، ما واقعا خودمونم خسته شدیم از بس سیستان و بلوچستان رو در قاب تلویزیون با محرومیت، با فقر، نمیدونم با خلاف و این مسائل منفی دیدیم و حرکت حضرت عالی و همکاران تو و مجموعتون قابل تقدیر و ستایش. ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوارم که بازم شما رو ببینیم و همین دیگه، دستتونم درد نکنه. من شهرروز توکل هستم، مستندساز. افتخار داشتم که در ورکشاپ در واقع مستندسازی پویش ماکا بتونم در خدمت دوستان باشم. خیلی این برنامه ها ما رو خوشحال میکنه که در واقع فرصتی به وجود میاره که فیلمساز بومی تولید بشه. من اسم سویلی هستم، با مستند کوتاه مات تو این جشنواره شرکت کردم.
به نظر من این پویش از این نظر که فیلمسازا رو ترغیب کرد به داشتن نگاه جدید به استان سیستان و بلوچستان خیلی حرکت بزرگ و موفقیت آمیزه، امیدوارم استمرار داشته باشه چون که در حق این استان خیلی اشحاف شده. فیلم هایی که ما می‌بینیم، حجم زیادی از فیلم ها مخصوصا مستند که ساخته شده در مورد استان سیستان و بلوچستان، نگاه متفاوتی ما ندیدیم، همیشه اون فقر و بدبختی رو دیدیم، ولی پتانسیل اینو داره این جشنواره که این استان که نگاه متفاوتی بشه و از زیبایی ها و ارزشمندی ها و افراد موفقی تو این استان هستن قطعا فیلم ساخته بشه. در خدمت آقای صادق سهرابی هستیم، دبیر پویش ملی حمایت از تولید فیلم کوتاه که با میزبانی شهرستان ایرانشهر برگزار میشه. صادق جان خدا قوت، خسته نباشید، زحمت کشیدید، برای ما بگید که پیام این پویش چیه و چه اتفاقی قرار اینجا بیفته. سلام و عرض ادب به همه معیار جلی ها، به خود تو یاسین جان. پویش ماکا به پا ایستاده که بگه سیستان و بلوچستان رو با چهره واقعیش بشناسی، یعنی چهره واقعی مردمان استان سیستان و بلوچستان. تمام این بچه ها الان از اقصی نقاط ایران جمع شدن، 12 تا فیلم کوتاه تولید شده با نگاه مثبت و یعنی با نگاه به ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان. یاسین، پویش ماکا میگه سیستان و بلوچستان از لنز دوربین شما با زاویه دیگر، یعنی با زاویه که ما رو ندیدین تا به حال، زاویتون رو نسبت به ما تغییر بدین. میدونی صادق جان، من عذرخواهی میکنم تو حرفت، ما واقعا خودمون دیگه خسته شدیم. ما سالاست داریم میبینیم، ما سیمایی که از مردم بلوچ، از فرهنگ بلوچ در حالا رسانه های مختلف داره پخش میشه، سیمای خیلی منفی و عذرخواهی میکنم آغشته به خلاف و نمیدونم حالا مسئله که اصلا با روح و روان و احساس آدمی کلا فاصله داره بوده، و خیلی خوشحالم که همچین اتفاقی برحال توی این همایش و این پویش داره رخ میده و چهره واقعی مردم بلوچ رو داره نشون میده، چهره واقعی مردم این استان رو نشون میده، و این واقعا جای تقدیر داره. من خدا قوت میگم، شما واقعا زحمت میکشید. سالاس من میشناسم صادق رو و یکی از کسایی بوده که برای فرهنگ این مردم و این قوم زحماتی رو سالهای سال کشیده. دمت گرم. اگر حرف نگفته ایم هست ما خیلی کوتاه و مختصر بشنم. حرفی نیست، من گفتم حرفامو، فقط میخوام از پایگاه اطلاع رسانی معیارجل تشکر کنم یاسین، به خاطر اینکه تو و پایگاه دارین همین مسیر رو در واقع تیم میکنید، تو هم دنبال این تغییر نگاه هستی، تو هم دنبال این هستی که لنز خیلی ها رو با زاویه دیگر به چرخ خونی به استان. دم شما گرم، دم همه بچه های مرارجل گرم. من حجت دهقان هستم از جنوب کرمان و 2 تا اثر داشتم. یه فیلم بلند بود، فیلم طنزی هست که توی جنوب کرمان کار کردیم و با اسپانسری شهرداری، و یه کار کوتاه هم دارم که بازونم تو جنوب کرمان و بخشی از بلوچستان، حوزه دلگان و جرگه چهارشم این مسیر کار کردیم که با امید خدا اونم فردا توی کارگاه پویش اینجا اکران خواهد شد. پویش در واقع یک اعتراضی هست بر فضای سینمای ایران. پویش جشنواره نیست، پویش یک جریان فیلمسازی است که تازه در واقع نهالش کاشته شده و میخواد بگه نگاهتون نسبت به سیستان و بلوچستان تغییر بدید. پویش ماکا خب اتفاق خوبی بودش. من حدودا از شاید اواسطش به این دوستان اضافه شدم به عنوان هم هیئت انتخاب هم هیئت داوری به قولی فیلم نامه ها، و بعدش قرار شده فیلم ها تولید بشه. این اتفاق باید بیفته و امثال این اتفاق باید توی سیستان بلوچستان بیشتر رخ بده، چون سیستان بلوچستان به قول استاد خودم آقای تمامی نژاد بهشت سوژه و مستندسازی هستش. یعنی پس ما فضایی داریم برای اینکه بتونیم سیستان بلوچستان سالیان سال به تصویر بکشیم، درست به تصویر بکشیم. خب خیلی ممنونیم از شما عزیزان که با ما همراه بودید در این گزارش. برای همه بچه‌هایی که به هر حال در این پویش حاضر بودن و زحمت کشیدن و آثاری رو معرفی کرده بودن آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم که یک روز شاهدیم باشیم که از دریچه تلویزیون و قاب‌های جعبه جادویی ان شاءالله شاهد معرفی هرچه بهتر و بیشتر زیبایی‌های مردم استان سیستان و بلوچستان و این دیار باشیم. هر جا که هستید امیدوارم که صحیح و سلامت و تندرست باشید. روز روزگار بر شما خوش، خدا یار و یاور و نگهدارتون باشه. بهترت.